سلام عرض می کنم. بنده ادوارد هوفسپیان خوشحالم از اینکه در رابطه با تعالیم درس های شبانی دومین جلسه است که در خدمت شما هستم. جلسه قبل ما در مورد اینکه چرا دروس شبانی برای خادمین خدا مهمه صحبت کردیم، در رابطه با وظایف پدر و نقش یک پدر که مهمترین عنوان شبانی صحبت کردیم، و بعد اشاره ای هم به مادر یا دایه، مادر شیرده یا دایه که کتاب مقدس عنوان دوم یک شبان را به آن اختصاص داده صحبت کردیم. و اگه خاطرتون باشه عرض کردم که یک مادر فداکار چگونه برای فرزندش زحمت میکشه، روز و شب به فکر اوست، به او شیر میده، تر و خشکش میکنه، توجه میکنه، برای او زحمت میکشه، شب زنده‌داری میکنه، بها میپردازه، در ناراحتی ها و دردها شریک میشه، و همینطور قبل از زایمان هم که 9 ماه او را در رحم خودش نگه میداره، با درد و رنج او را میزاد و او را پاره ای از تنش میدونه، نسبت به او نمیتونه بیتوجه باشه. عشق مادر و عشق پدر در رابطه با فرزندان همان عشقیه که یک شبان واقعی کلیسا باید داشته باشه. بنده خاطرم میاد که یک فردی در کلیسای ما بود که ایشون به خارج از کشور مهاجرت کرده بود، خیلی تنها بود، و به من گفت من از بچگی از محبت پدر و مادری محروم شدم، چون اونا رو خیلی زود از دست دادم، به کشور دیگه اومدم، از پدر مادرم دور شدم. منظور این که از دست داده بود یعنی اونا رو ترک کرده بود، ولی شبان کلیسای من و همسرش مانند پدر و مادر واقعی من رو پذیرفتند و مراقب من بودند و با توجهات خاص خودش این کمبود من رو پر کردند، و من جدا خدا را برای وجود این پدر و مادر شکر میگویم که در غربت هیچ وقت منو تنها نگذاشتند. این شهادت بسیار موثری بود که این شخص در رابطه با شبان کلیساش میداد و همینطور همسرش. در کلیسا هم افراد زیادی هستند که مخصوصا احتیاج به مراقبت بیشتری دارند، مانند کودکان بیپناه، بیوه زنان، سالمندان، افراد تنها، افراد مصیبت دیده، یتیمان، افراد حساس، مریضان، که ما باید به طور خاص نسبت به آنها به عنوان شبان کلیسا توجه بکنیم. سومین عنوان شبان کلیسا مرد خداست. در اول تیموتائوس باب 6 آیه 11 میگه اما تو ای مرد خدا در پی پارسایی و دینداری و ایمان و محبت و پایداری و ملایمت باش. وقتی میگیم شبان مرد خداست یعنی چی؟ معنی مرد خدا چیست؟ مرد خدا به چه کسی میگن؟ مرد خدا یعنی نماینده خدا بر روی زمین، یعنی مردم وقتی او را میبینند به یاد خدا میفتند. مرد خدا کسی است که دارای خصوصیات و صفات الهیه. چقدر مهمه این. به عبارت دیگه او شبیه خدا عمل میکنه، بوی خداوند ازش میاد. شما دقت کنید وقتی در ایران به قصاب خونه میرفتید یا مغازه قصابی میرفتید، از قصاب بوی چی میومد؟ بوی گوشت. پمپ بنزینی وقتی میرفتید از اون مامور پمپ بنزین بوی چی میومد؟ بوی بنزین. مغازه عطار که میرفتید از مغازه عطار، یعنی اون صاحب مغازه، بوی عطر می اومد. هر کس موافق اون شغلی که داشت بوی خاص خودش رو میداد. البته همه شغلا اینطور نیستن، ولی خیلی از شغلا بوی خاص خودش رو داره. حالا کلام خدا میگه ما عطر خوشبوی عیسی مسیح هستیم که باید بوی مسیح از ما بیاد. مرد خدا یعنی این. مرد خدا یعنی کسی که بوی خدا ازش میاد. او وقتی جایی میره، جایی حضور پیدا میکنه، مردم میتونن بوی خدا را از او به مشامشون حس کنن.
چهارمین مفهوم شبان یا عنوان شبان به عنوان کاهن هست. کاهن در اول سموئیل باب 2 آیه 35 میگه کاهن امینی به جهت خود برپا خواهم داشت که موافق دل و جان من رفتار خواهد نمود. حالا مفهوم کاهن چیه؟ چرا به شبانان کاهن میگن؟ کاهن شفیع است بین خدا و انسان. شفیع یعنی رابط، یعنی میانجیگری میکنه. به عبارت دیگه نماینده خداست بر روی زمین برای انسان ها، نماینده انسان بر روی زمین برای خدا، و بین این دوتا وساطت میکنه. در زبان لاتین به کلمه کاهن پونتیفوکس میگن. پونتیفوکس یعنی اینکه سازنده پل، یعنی کسی که بین مردم و خدا پل ایجاد میکنه. و کاهنان عهد عتیق این کار را به وسیله قربانی ها انجام میدادند، که قربانی ها نشانه این بود که این شخص باید کشته میشد، ولی این گوسفند را، این گاو را آوردیم به جای او داریم ذبحش میکنیم، و به این ترتیب شفاعت میکردن. کاهن مهمترین کارش شفاعته. شفاعت یعنی این که وساطت کردن، یعنی درخواست کردن برای ایجاد صلح و آشتی، یعنی رابطی میشد برای اینکه آشتی به وجود بیاره بین خدا و انسان. شبان در کلیسا نقش کهانت را داره و از طریق قربانی های روحانی که دعاها و شفاعتها و تضرعات برای اعضای کلیسا دعا میکنه. در کتاب سموئیل، در اول سموئیل باب 12 آیه 23، حضرت سموئیل به قوم خدا میگه هاشا از من، یعنی خدا نکنه که من گناه کرده ترک دعا کردن برای شما بکنم. به عبارت دیگه اینو میخواد بگه، اگه من برای شما دعا نکنم، شفاعت نکنم، نسبت به خدا و نسبت به شما گناه کردم. یک بار اسقف کلیسای ایران، شهید گرانقدر برادر های کفسپیان، برادر تنی بنده، از اعضای کلیسا پرسیدن. بنده اون موقع شبان کلیسا بودم و ایشون مدیر و سرپرست کار بنده بود. از اعضای کلیسا پرسیدن شما دوست دارید شبان شما با شما بیشتر صحبت کنن یا درباره شما با خدا صحبت کنن؟ و اعضای کلیسا اغلب ترجیح دادن که بهتره که شبان کلیسا درباره ما با خدا بیشتر صحبت کنه، چون اون کارسازتره، اون نتیجه بهتری میده. بنابراین شبان قبل از ارتباط مردم باید به اندازه کافی فرصت ارتباط با خدا داشته باشه تا بتونه مشکلات گله خدا را، دردهای اونها را، بیماریهای اونها را، بحرانهایی که اونها باشون مواجه هستن، احتیاجاتی که اونها باشون سر و کار دارن به حضور خدا بیاره و برای اونها شفاعت کنه و از خدا رحمت بخواد برای اونها، از خدا پیغام بخواد برای اونها، از خدا راه علاجی، راه گریزی برای این مشکلات از اونها، از خدا بخواد برای اونها به وجود بیاد. چهارمین، ببخشید پنجمین عنوان شبان. پس تا حالا ما چهار تا رو عرض کردیم: پدر، مادر شیرده و همینطور مرد خدا، کاهن، و اما پنجمین عنوان شبان رسول هست. شاید تعجب بکنید وقتی این رو میشنوید، چون ما معمولا کلمه مقدس رسول را برای پیغمبران فقط به کار میبریم و فکر میکنیم دیگه امروز کسی نمیتونه رسول خدا باشه. ولی این درست نیست. در عهد جدید تمام کسانی که از طرف خدا رسالت دارن، مأموریت دارن که به مردم خدمت کنن، پیام خدا رو به گوش آنها برسانن، اونها رسول خدا هستن. در کتاب ملاکی باب 2 آیه 7 نوشته شده که لبهای کاهن باید معرفت را حفظ کند و مردم شریعت را از دهان او بطلبند، چون که او رسول یهوه سبایوت است. چرا به شبانان رسول خداوند میگویند؟ چون رسول سخنگوی خداست که باید پیام الهی را به گوش مردم برسونه. یک نفر برای رسانیدن پیغامی
که فرستاده شده دارای چه اختیاراتیه؟ آیا او حق داره پیغام را عوض کنه؟ اگه یک مأمور پست نامه‌های مردم را باز کنه و پیام ها را عوض کنه، مرتکب چه خطایی میشه؟ آیا واقعا کسی میتونه او را ببخشه؟ آیا اداره پست چنین شخصی را اصلا در این سمت قرار خواهد داد؟ ما حق نداریم پیامی را که خدا به ما داده دستکاری کنیم یا عوض کنیم. ما دعوت شدیم که عین پیغام را همانطور که هست، چه مردم خوششان بیاد و چه خوششان نیاد، چه باب میل اونها باشه چه نباشه، حقیقت را آنگونه که هست به مردم اعلام کنیم. از طرف دیگه رسول فقط پیام‌آور نیست، رسول شاهد آن چیزهایی است که از طرف خدا دیده و شنیده است. در عهد جدید رسول به کسی میگویند که خودش مستقیما شاهد واقعه بوده. رسولان عیسی مسیح وقتی به آنها اخطار دادن از طرف دشمنان و جفا رساندن که دیگه حق ندارید کلام خدا را به زبان بیارید، گفتن ما نمیتونیم آنچه را که دیدیم و شنیدیم نگیم. وقتی خداوند پولس رسول را انتخاب کرد، به وسیله حنانیا این پیغام را بهش داد در اعمال 22:15 که خدای پدران ما تو را برگزید تا اراده او را بدانی و آن عادل را ببینی و از زبانش سخنی بشنوی، زیرا از آنچه دیده و شنیده ای شاهد بر جمعی مردم خواهی شد. و پتروس در همین رابطه در اول پتروس باب 4 آیه 11 میگوید اگه کسی سخن میگوید همچون سخنگوی خدا سخن بگوید. یکی دیگه از مفاهیم رسول که به زبان دیگه ای در کتاب مقدس گفته شده، در ترجمه قدیم میگه ایلچی و در ترجمه جدید میگه سفیر. میگه ما سفیر مسیح هستیم. سفیر هم همون نقش رسالت رو داره. به چه کسی میگن سفیر؟ الان سفیرانی که الان در جاهای مختلف خدمت میکنن کیا هستن؟ نماینده اون کشورند، نماینده قابل اعتماد اون کشورند. یعنی هر کس رو به عنوان سفیر دولت نمیفرسته، اون شخص مقام اول مملکت کسی رو میفرسته به عنوان سفیر در یک مملکت که رون خیلی اعتماد داره، و اون شخص باید معرف کشورش باشه در کشوری که رفته در آنجا سفیر باشه، نماینده شایسته‌ای باشه و باید ارتباط خوبی بین دوتا دولت ایجاد کنه، باید سوء تفاهمات را از بین ببره، باید حامل پیام کشورش باشه به اون کشور. و همینطور کلام خدا می‌فرماید این سفیر کارش اینه که برای اینکه بتونه کشور خودش رو بشناسونه و مردم را تشویق کنه که به کشورش برن، ویزا صادر کنه. تمام اینها برمیگرده به مأموریت یک شبان، که یک شبان مثل یک سفیر باید قابل اعتماد باشه، باید نماینده خوبی برای عیسی مسیح باشه روی زمین، باید ویزا صادر کنه برای مردم که به ملکوت خدا برن، باید واقعا با زندگیش، رفتارش، اخلاقش بتونه باعث عزت و حرمت کشورش باشه. و اما برمیگردیم به نکته ششم از عناوین شبانی که ناظر یا سرپرست است. در کتاب اعمال رسولان باب 20 آیه 28 این عنوان آمده. پولس رسول به کشیشان کلیسا اینطور نصیحت میکنه. میگه مراقب خود و تمامی آن گله‌ای که روح القدس شما را به نظارت بر آن گماشته است باشید و کلیسای خدا را که آن را به خون پسر خود خریده است شبانی کنید. در رأس اصلی مفهوم شبانی میگه نظارت کنید، یعنی پاسبانی کنید، مدیریت کنید. یک شبان کارش چیه به عنوان یک ناظر؟ باید اصول مربوط به مدیریت و اداری اشخاص را به خوبی بدونه. شبانی که مدیر خیلی خوبی نیست،
نمیتونه در کارش خیلی موفق باشه. پس خیلی مهمه که شبان روش ها و اصول مدیریت رو خیلی خوب یاد بگیره. او باید بتونه کارها را بین کارکنان تقسیم کنه. شبان همه کاره نیست. او تقسیم میکنه، دیگران را به کار میبره. یک مدیر واقعی اینجوری اینگونه عمل میکنه. باید اعضای کلیسا را بشناسه و بر حسب استعدادها و عطایایی که اعضای کلیسا دارن اونها را برای خدمات مختلف آماده و تربیت کنه. همینطور باید شبان امکانات لازم را در اختیار اعضای کلیسا قرار بده که اونا بتونند کار بکنن و خدمت کنند. بعد از اونها گزارش بخواد، از اونها جوابگویی بخواد، بعد کاری بکنه که اعضای کلیسا که خدمت میکنن در خدمتی که انجام میدن نسبت به او پاسخگو باشن و خود را مسئول ببینن برای انجام این کار. و برای اینکه بتونن موفق بشن در اون خدمت باید اعضای کلیسا را تشویق کنه برای انجام اون خدمت. چون معجزه‌ای که تشویق انجام میده هیچ کار دیگه‌ای و هیچ چیز دیگه‌ای قادر به انجام آن نیست. بنابراین نقش یک ناظر خیلی مهمه. شبانان باید هنر ارتباط با مردم و نحوه کار کردن با آنها رو خوب بدونن. به عبارت دیگه شخص مردمی باید باشن. سرپرستی خوب بکنند. ببینید وظیفه ما چقدر مهمه. شما به خاطر میارید کتاب خروج باب 18 را، وقتی که موسی نبی خدا که 1.5 میلیون قوم یهودی را از سرزمین مصر و اسارت بدبختگونه آنها بیرون آورد، همه کارها را ابتدا خودش انجام میداد. او زیاد از اصول مدیریت با خبر نبود. هر کس در هر جایی مشکلی داشت پیش موسی میومد. الان هم البته مردم همینطوری هستن، همه میخوان برن پیش اون مدیر اصلی. ولی این واقعا عملیه؟ موسی دید داره خسته میشه، داره از پا میفته، فشار اومده روش، چطور جوابگوی این همه آدم باشه؟ بنابراین پدرزنش که شخص عاقل و حکیمی بود، یترون، به موسی نصیحت کرد، گفت موسی این کاری که تو میکنی برات عملی نیست، این کار سنگینیه. در حقیقت اصول مدیریت را 3500 سال قبل به شما آموخت. گفت تو کارو تقسیم کن، تو انتخاب کن مشایخی را که افراد با صلاحیت هستن، واجد شرایطن، افراد حکیمن، افراد با تجربهن، افراد کاردانن، افراد پخته و خوشنامی هستن، اونها را انتخاب کن بر حسب تواناییشون. بعضی را برای 1000 نفر، بعضی را برای 100 نفر، بعضی را برای حتی 10 نفر مسئول کن، هر کس موافق اون توانایی و ظرفیتی که داره، و اینها را تقسیم کن و بگذار اینها این کارا را انجام بدن و مسائل حاد و سنگین را که اونها در توانشون نیست، در دانش یا در تجربهشون نیست، پیش تو بیارن. و به این ترتیب یک بار بزرگی را از دوش موسی برداشت و موسی تونست با این روش مدیریت بتونه در کار نظارت بر قوم خدا شخص موفقی باشه. شبانان یک چنین نقشی داره. هفتمین عنوان شبان در کتاب مقدس عنوان دیدبانه. شاید این کلمه خیلی برای شما ناشناس و فکر میکنید دیدبان چه معنی باید داشته باشه. ابتدا بذارید آیهش رو برای شما بخوانم. میگه ای پسر انسان، من تو را برای خاندان اسرائیل دیدبان ساختم، پس کلام را از دهان من بشنو و ایشان را از جانب من تهدید کن. حزقیال باب 3 آیه 17. وظیفه دیدبان چیه؟ وظیفه دیدبان اینه که بر برج مراقبت بیسته، مثل اون سربازهای خیلی بیدار و هوشیار و آگاه که بر برج بلند میستن و اشراف کامل بر اوضاع و شرایط دارن و از آنجا همه چیز رو کنترل میکنن و اونها نگاه میکنن که اگه دشمن از یک جایی میخواد حمله کنه یا خطری میخواد پیش بیاد با خبر بشن و قوم خدا رو از اون اطلاع بدن. دیدبان باید از وسوسه های شیطان و دشمن بزرگ جانهای انسان مردم رو آگاه کنه. دیدبان نقش محافظت جانهای مردم رو داره.
و دیدبان کارش اینه که در صورتی که قوم خدا نپذیرفتن هشدارهای او را، اونها را تهدید کنه که چه مجازاتی در انتظار اونها هست. یک شبان نسبتاً مسنی برای من تعریف میکرد، میگفت که من با وجود اینکه سالها در کار شبانی مشغول بودم، ولی اواخر خدمت شبانیم خیلی خسته شده بودم و در کار شبانی سست شده بودم و دیگه مثل قبل با دلگرمی این کار رو انجام نمیدادم و جدی نمیگرفتم. و میگه این موضوعات باعث شده بود که من اون بار مسئولیت نسبت به جانهای گمشده رو هم از دست بدم. یک شب او خواب میبینه و خواب خیلی واقعی میبینه که از طرف خدا بود. میبینه که روز قیامت فرا رسیده، روز داوری آمده و همه مردم جلوی تخت سفید داوری خدا ایستادند و هر کس جداگانه باید به خدا پاسخگو باشه. میگه من خوشحال بودم که در ردیف کسانی که به سمت هلاکت ابدی و داوری جاودانی میرفتن نبودم، ولی با دقت به اونا نگاه میکردم، دیدم چهره بعضی از دوستانم را، قوم و خویشانم را، چهره افرادی که آشنا بودن، همسایگانم را که توی این صف بودن و اونها با ناراحتی به من نگاه میکردن، هیچی به من نمیگفتن، ولی در نگاهشون این پیام وجود داشت که ای قاتل، ای جنایتکار، ای سنگ دل، تو که میدونستی ما به یه چنین جای وحشتناکی میاییم، تو که میدونستی برای ما یک چنین عقوبت دردناکی در انتظار هست، چرا ما را تهدید نکردی؟ چرا ما را آگاه نساختی؟ چرا از غضب خدا ما را بیخبر نگه داشتی که ما الان در یک چنین سرنوشت جاودانی که در جهنم باید گذرانده بشه به سر ببریم؟ و میگه این خواب مرا چنان تکان داد، وقتی از خواب بلند شدم خیس عرق قلبم به تندی میزد و اشکا در چشمانم جمع شد و همان جا ایستاده در حضور خدا توبه کردم و از روز بعد رفتم و پیام را به گوش همه دوستان و آشنایان رساندم و به طور خیلی جدی بهشون گفتم چنانچه توبه نکنید چه عاقبتی در انتظار شماست. دیدبان کارش اینه. شبان باید حقیقت را به مردم بگه. شبان باید حتی از نه تنها از محبت خدا، بلکه از غضب خدا و از عدالت خدا هم با مردم سخن بگه. میدونم خیلی از مردم دوست ندارن این قسمت از خدمت شبان را، ولی در حقیقت قسمتی است که خدا به ما سپرده که انجام بدیم. هفتمین عنوان برای شبان پیشوا یا مرشد هست، یا به عبارت روشنتر رهبر قوم خدا. در کتاب مقدس در رساله عبرانیان 13:17 میگه از رهبران خود یا مرشدان خود اطاعت کنید و تسلیم آنها باشید، زیرا ایشان بر جانهای شما دیدبانی یا پاسبانی میکنند و باید حساب بدن. پس بگذارید کار خود را با شادمانی انجام دهند، نه با آه و ناله، زیرا این به نفع شما نخواهد بود. وقتی میگه شبان رهبر یا مرشد، اشاره به اقتدار رهبری شبان میکنه. یعنی او باید دیسیپلین داشته باشه تو کارش، باید انضباط داشته باشه. افرادی خواهند بود که در کلیسا سرکشن، نمیخوان اطاعت کنند، بر ضد حقیقت میستند، با معیارهای الهی بازی میکنند، قداست الهی را حقیر میشمارند. شبان به عنوان یک رهبر با اقتدار باید عمل بکنه و جلوی این گونه افراد سرکش و ناموتی را بگیره و در مورد تصمیم گیری های مهم کلیسایی و خدمتی او رأی نهایی را باید صادر کنه همراه همکارانش و همینطور قاطعانه روی آن چیزی که حقیقت باید بیسته و بدون اینکه طرفداری کنه باید بیسته. و البته این به معنای این نیست که شبان بر گله خدا خداوندی کنه یا ریاست کنه، اونا رو خدمت کنه، اما در صورت لازم وقتی احتیاج میشه از اقتدار خودش هم باید استفاده بکنه. اما در کنار این مرشد و رهبر
یک عنوان دیگه‌ای که تکمیل میکنه این عنوان را و بالانس نگه میداره بین عنوان رهبر و خادم، به شبان گفته شده که او خدمتگزاره، غلام کلیساست. در 2 قرنتیان 4:5 پولس رسول میگه زیرا به خیشتن موعظه نمی کنیم بلکه به مسیح عیسی خداوند، اما به خیشتن که غلام شما یا خادم شما هستیم به خاطر عیسی. دقت می کنید این لقب در مقابل رهبر و پیشوا و مرشد قرار داره، ولی ضد آن نیست، این مکمل هم دیگره. شما می دونید در چه زمانی مردم می تونن یک شبان را به عنوان رهبر خود بپذیرند، او را قبول کنن به عنوان پیشوای خودشون، به عبارت دیگه اون رو بذارن بالای سرشون؟ چه موقعی مردم می تونن این رو در این سمت بپذیرن؟ وقتی که ببینن این شخص واقعا داره خدمت می کنه، واقعا خادم دیگرانه. پس دقت کنید شبان کلیسا باید بدونه که اقتدار او از عنوانش نشأت نمیگیره، اقتدار او از خدمت او نشأت میگیره. مردم میتونن شخصی را که واقعا غلام و خادم دیگران هست به عنوان رهبر خود بپذیرند. مردم یک شخص روحانی را نمیتونند شخص مغرور بدونند، شخصی که فروتنه، حوله به کمر بسته و حاضر پاهای دیگران را بشوره، مردم این شخص رو قبول خواهند کرد، او را میذارن بالای سرشون، او را به عنوان رهبر خودشون حتی خواهند پرستید، به او اتکا خواهند کرد. بنابراین دقت بکنید رمز رسیدن به عزت و بزرگواری در انجیل در خدمت و فروتنی نهفته شده. میگویند شاه عباس گاهی لباسهای فقیرانه میپوشید و به منازل افراد فقیر میرفت، پا برهنه و با لباسهای پاره پوره. در قسمتهای مثلا جنوب شهر تهران یا اصفهان، جاهایی که مردم فقیر زندگی میکردن، مردم نمیدونستن این شاهه، چون ظاهرش اینطور نشون نمیداد. میرفت مینشست با اونها در همون کلبه محقرانه آنها، با اونا غذا میخورد، به درد دل آنها گوش میداد، از وضعیت زندگی اونها با خبر میشد و بعد روز بعد ترتیب اثر میداد و نیازهای آنها را برآورده میکرد و همه میفهمیدن این شخصی که دیشب اونها را ملاقات کرده بود پادشاه بوده. حالا من از شما سوال دارم، این کار شاه عباس بر عزت و حرمت او میافزود یا کم میکرد؟ بر محبوبیت او افزایش میداد یا مقام او را تنزل میداد و او مردم او را خار میکردن؟ طبیعیه که جواب همه ما اینه که شاه عباس با این خدمتش و با این روش فقیرگونه و فروتنگونهی که نشان میداد در حق محتاجان و مستمندان، باعث میشد که پادشاهی او و رهبر بودن او در قلب مردم تایید بشه و گفتار او و احکام او را اطاعت کنند. امروز یک شبان کلیسا خوانده شده که یک چنین نقشی داشته باشه در قسمت خدمت. پس دعای ما اینه که خدا عطا کنه که همه ما بتونیم با این عناوین که کلام خدا به یک شبان داده، نمونه خوبی از خدمت شبانی را در زندگی خودمان داشته باشیم. خدا برکت بده همه شما را. به فیض خدا جلسه آینده بقیه عناوین شبانی را با شما ادامه خواهیم داد. خداحافظ.